کابوس وحشت و هراس بی پایان ولی فقیه ارتجاع و سپاه پاسداران ولایت از خطر فزاینده مجاهدین خلق ایران. ارگان سپاه تروریستی قدس. ورود مجاهدین به عرصه تشکیل دولت جدید در عراق. سپاه پاسداران ارگان اصلی نظامی حافظ رژیم ولایت فقیه و سپاه تروریستی قدس ارگان اصلی صدور بنیادگرایی و تروریسم آخوندی که تمامی سرکردگان اصلیش در گزارش به خبرگان و فلیه فقیه ارتجاع مدعی بودند حمله نیروهای ویژه مالکی در ده شهریور 92 به اشرف مهمتر از عملیات مرصاد بوده و کار مجاهدین تمام شده است، در سال 93 روزی نیست که در دو ارگان اصلی خود به مناسبت‌های مختلف کابوس وحشت نظام را از مجاهدین برملا نکنند. خبرگزاری سپاه تروریستی قدس 21 اردیبهشت 93 تحت عنوان ورود مجاهدین به عرصه تشکیل دولت جدید در عراق می نویسد: به گزارش گروه رسانه های دیگر خبرگزاری تسنیم، پایگاه خبری صوت العراق با ارائه یک گزارش تحلیلی به بررسی تلاش های مجاهدین برای تأثیرگذاری در مرحله بعد از انتخابات مجلس نمایندگان عراق و تشکیل دولت آینده این کشور پرداخت، به ویژه آنکه این روزها تحرکات زیگزاگی میان جریان صدر و ائتلاف المواطن که می کوشند ائتلاف وسیعی را تشکیل دهند و فهرست المتحدون نیز احتمالاً به آنها خواهد پیوست آغاز شده است. این موضوع در سخنان اخیر ظافرالعانی حامی سرسخت مجاهدین و از رهبران المتحدون به خوبی منعکس شده است. از سوی دیگر همگی به خوبی از ارتباط الانی و برخی از اعضای المتحدون با سازمان مجاهدین خلق مطلع هستیم. نقش این گروهک در تحریک برخی از کشورهای اروپایی و شخصیت‌های سیاسی آمریکایی و غربی برای اقناع این دو فراکسیون جهت قبول ائتلاف با المتحدون درست همانند انتخابات گذشته شوراهای استانی در دیالی و بغداد است، تا از این طریق مانع از موفقیت مالکی برای دستیابی به دوره سوم نخست وزیری شوند. خبرگزاری سپاه پاسداران. امام خمینی به مجاهدین خلق اظهار داشتند: من اگر در هزار احتمال یک احتمال می دادم که شما از آن کارهایی که می خواهید انجام بدهید دست بردارید، حاضر بودم با شما تفاهم کنم و من پیش شما بیایم. رهبر انقلاب ادامه دادند: شما به قوانین نظام سر بگذارید، من حاضرم که در یک جلسه نه در ده‌ها جلسه با شما بنشینم و صحبت کنم. خبرگزاری سپاه پاسداران 20 اردیبهشت 93 تحت عنوان 33 سال پیش در چنین روزی پاسخ امام به درخواست ملاقات مجاهدین می نویسد: امام خمینی ضمن نصیحت پدرانه به مجاهدین خلق اظهار داشتند: به دامن نظام بیایید و اسلحه ها را تحویل دهید و اذعان کنید به اینکه خلاف کردیم. نصیحت پدرانه امام خمینی به مجاهدین خلق در دیدار با علمای آذربایجان. امام خمینی رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی امروز در اجتماع علما و روحانیون استانهای آذربایجان شرقی و غربی ضمن نصیحت پدرانه به مجاهدین خلق اظهار داشتند: به دامن نظام بیایید و اسلحه ها را تحویل دهید و اذعان کنید به اینکه خلاف کردیم. ایشان افزودند: من اگر در هزار احتمال یک احتمال می دادم که شما دست بردارید از آن کارهایی که می خواهید انجام بدهید، حاضر بودم با شما تفاهم کنم و من پیش شما بیایم. رهبر انقلاب ادامه دادند: شما به قوانین نظام سر بگذارید، گردن فرود بیاورید و کشور ما همه شما را می پذیرد و من هم که یک طلبه هستم با شما حاضرم که در یک جلسه نه در ده‌ها جلسه با شما بنشینم و صحبت کنم.
خبرگزاری سپاه پاسداران ارتجا، بازپسگیری کلمه مقدس مجاهدین از اهدافمان است. خبرگزاری سپاه پاسداران 20 اردیبهشت 93 ضمن اعتراف ناگزیر به هویت پاسداری اطلاعاتی یکی از سایت‌های زنجیره‌ای رسوا و معلوم الحال رژیم تحت عنوان بازپسگیری کلمه مقدس مجاهدین از اهدافمان است می‌نویسد: مدیر فنی این سایت اهداف راه‌اندازی این پایگاه را روشن نمود و هدف اصلی این پایگاه را اینطور عنوان کرد: یکی از اهداف اصلی که برای فعالیت تعیین کرده ایم بازپسگیری نام مقدس مجاهدین است. مجاهدین گروهی هستند که در قرآن و در طول تاریخ به نیکی از ایشان یاد شده و مورد احترام واقع شدند. متاسفانه غرب و شرق در سالهای اخیر سعی کرده اند این نام مقدس را از فرهنگ ما خارج کنند.